زمانی که فرمان هشماددهی مقابل با مفاسد اقتصادی که بالا 10 سال ازش میگذره زده شد، جدی گرفتنش. سمینار مقابل با مفاسد اقتصادی گذاشته شد. پیام رهبری به این سمینار این بود: بس این سمینار را جمعش کنید، برید در عمل مقابله کنید. دادستان کل کشور هم سخنرانی میکنه، میگه که برخی از مسئولین و بچه هاشون در فساد نقش دارن، کسایی که باید مقابله با قاچاق کالا کنن. خب خود شما مدعی العمومی، تو باید با اینا برخورد کنی. نماینده مجلس اومده میگه که آقای محمود صادقی، مجلس عزم مقابله با فساد نداره. ببخشید، شما خودتون نماینده مجلسی که آقای جهانگیری از قوه مجریه، آقا فساد اینطور فساد اونطور، شاخصهای اقتصاد خوبه، این تجمعاتی هم که صورت گرفته کار رقبای سیاسی ماست، یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، همون کسی باید این کارا رو انجام بده. میگه کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. یه سخنرانی کردم قبل از انتخابات، تو قم سخنرانی کردم، برید گوش کن. گفتم اوضاع اقتصادی کشور مثل یک نارنجک زامن کشیده است که الان تو دست آقای دکتر روحانیه. کسایی که دارن تو انتخابات شرکت میکنن و رقیب ایشونن، آقای روحانی میخواد اینو به شما تقدیم میکنه. ای تو دست هر کی باشه چیه بگید؟ امروز میگم چرا؟ چون اقتصاد خوندم، چون میفهمم. سال 82-83 اواخر دولت های خاتمی بود که مجوز تأسیس بانک های خصوصی داده شد، خاطرتون بیاد. این بانک های خصوصی که تأسیس شد یک ویژگی داشت. اون ویژگی میدونی چه بود؟ 6-7% سود بیشتر. این باعث شد کل سرمایه مردم بره کجا؟ تو اونجا. بانک های دولتی خالی شد از سرمایه ها، مجبور شدن چیکار کنن بگید؟ سود بیارن بالا. مسابقه سود دادن افتاد. این مسابقه سود دادن، بانک‌ها اینقدر سود در نمی آوردن، آروم آروم بانک‌ها رو انداخت روی ورطه. آقا من یه دکه روزنامه فروشی که نه دکه، نه دکه، همچی چهار قدر تو بنداز رو زمین، چهار تا پیچ و موره بذار روش، بگو اینا من دارم میفروشم. مثل عقاب با F14 میان رو سرت، مجوز درست یا نه؟ سر نبش مهمترین اتوبان، خیابان، 3 طبقه، جانم چی رفته بالا، بمب اتم تکونش نمیده. بعد من میرم اونجا، این بازنشست شدم، 5 میلیون تومان به من پول دادن برو بازنشستگیم. رفتم اونجا میبینم این میگه 22% میدم، یکی میگه چقدر؟ 23%. کجا میگه میرم میذارم پولامو؟ معلومه 23% میرم میذارم. وجود این، یعنی وجود این که درش بازه، یعنی قانونی بودن. یکم مسئولینمون اومده گفته مردم تو این بانک‌ها غیر معتبر نذارن، برن تو بانک‌های معتبر. ببخشید، میشه بفهم مردم از کجا باید بفهمن کدوم معتبر کدوم معتبر نیست؟ اگه معتبر نیست چرا کرکرش نمیاد پایین؟ اگه معتبره چرا این نباید بذاره اینجایی که سود بیشتر بگیره؟ از آیت الله آملی تشکر میکنیم که امروز میزبان جلسه سران قوا بودند. مردم باید حواسشون جمع باشه، بیشتر سرمایه گذاری‌هاشون رو ببرن در بانک‌ها و مؤسساتی که کاملا معروف هستن، مورد اعتماد همه هستن. این داستان از 4 تا بانک شروع شد، خیر اینه؟ باید از همونجا درست برخورد بشد. وقتی رفتن جلو مجلس، چرا یکی از این نمایندای مجلس پیاده نشد؟ بگه آقا دردتون چیه؟ بری لای من. موقع رأی آوردن فقط اونجایید. چند درصد مسئولینمون خونه‌شون بالای اتوبان همته؟ او میخواد خبر داشته باشه از من شبدالعظیمی؟ از من پایینی؟ این داستانه، این ماجراست، وگرنه ما حساب منتقد رو از معترض چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم. آقایانی که صبح تا شب دارن لم میدن تو بالا شهر، مسئولین خوردن خوابیدن، بعد درد مردم بفهمن. اونایی که مملکتی که دارن تو آب معدنی 40000 تومانی داره وارد میکنه، شطور داره از آلمان وارد میکنه، چوب بستنی داره وارد میکنه، مربا داره وارد میکنه، سوزن تگر داره وارد میکنه، اینا تو مملکت نیست؟ اینا خیانته. 20 میلیارد 12 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا خیانته. مگه میشه 12 میلیارد دلار رو با خر آورد، با لنج آورد؟ چرا عزم تو اینجاها نیست؟ همه رو میخوام نماینده مجلساتونو بگید آقا چیکار میخوای بکنی در مقابل برای فساد. رأی گیری شده تو مجلس ما وقتی شفاف نیست، کل دنیا شفافه، همه میدونن نماینده مجلسشون به چی رأی داده، میفهمن به چی گفته آری، به چی گفته نه، اینجا مخفیه. 15 نفر از نمایندهای مجلس ما رأی گیری شده که بیت المقدس، قدس، پایتخت کجاست؟ فلسطینه. 15 نفر مخالف دادن. این 15 نفر یعنی اسرائیلی و صهیونیست. حواسمون هست؟ مردم همه هیچ مشکل با اسلام ندارن.
اگه مشکل با اسلام داشتن اینجوری یه شهید مدافع حرم می آوردن اینجوری مردم نمیریختن تو خیابون. محسن حجاجی نمونهش بود. اما ما میخوایم این مطالبه وجود داره، یاد باید بگیریم درست و مسالمت آمیز، اجازه سوء استفاده ندید. من از این مطالبه و این اعتراض درست هیچ نگران نیستم، منتها منطقی و عقلانی باید ادامه پیدا کنه. یک عده دوست دارن این مطالبه درست که فراجناهیه، از همه میخوان، خیلی خوبه، دارن سیاسیش میکنن. اینا باعث میشه فضا امنیتی بشه و فضای امنیتی مطالبات به حق مردم رو ناکجا بده. اینا رو بذارید کنار چی؟ بحثا که راجع به اعلام بودجه صورت گرفت. خیلی عجیب بود، حالا تا سالهای قبلش هم بودجه، من 5 سال این دولت سر کار بود. تلگرام هم هست. شبکه شما. آقا بودجه اینونم فلان جا اینقدر میلیارد بودجه. عمدتاً هم کجا رو میگفتن؟ جای مذهبی پخش شد. یه سریش هم صحت نداشت، مثلا اینونم بودجه اینم جامعة المصطفى 300 و نمیدونم 50 میلیارد زیر نظر آیت الله مکارم. اصلا جامعة المصطفى زیر نظر آیت الله مکارم نیست اصلا. دیگه پخش شد، دیگه وقتی پخش بشه دیگه چیه؟ رفته دیگه بجام. مردم از اون ور، بعد از اون ور خبر چی داره میشنوه؟ آذر تعطیل، اینم کجا تعطیل، فلانجا تعطیل، ها؟ کارگر از اون ور چی؟ مؤسسه مالی اعتباری آرمان، فرشتگان، چی دارن تعطیل میشه، اینا رو داره میبینه کنار هم دیگه. یه حرسی مثلا، یعنی انگار کنهو حرفه‌ای درست حساب شد. بعد شما این اتفاقات یهو تخم مرغ میره بالا، بعد خبر چی میاد؟ بنزین میخوام بکنم 1500. طرف میره رو ویبره دیگه، بنده خدا میگه چه خبره؟ یارانه 30 میلیون هم میخوام قطع کنیم. یا امام زمان، وعده های پوچ و تخیلی و توهمی هم که دارن میدن الان، هی هر سال یه سال دیگه ان شاء الله، یه سال دیگه درسته. الان مثلا در بودجه 10% افزایش درآمد مالیاتی بوده. خب این از کیاست؟ از اون کسایی که مالیات نمیدادن نیستش که جدید بری بگیری، از اون کسایی که مالیات میدادن. خب بدبخت میگه بعد در تا کارخونه تعطیل کن. اینا فکر میشه روش همینجوری نباشه مردم رو ذله بکنی. کنا اصلا یک جوری بعضی موقع این خرابکاری ها چیزی که انگار برنامه‌ریزی کردی. اینا مردم میرسونه ببین که ناراحتن، نگرانن، اومدن بگن آقا نکنید این کارا رو. تو این دل این ماجرا اون کسی که این کارن میان سوار میشن. اما جالبیش کجاست؟ دقت کنید، من به شما بگم دور بعدی تحریم ها رو میخوان آماده کنن، چون ایران به برجام پایبند بوده. بهتون میگم پشت اینا چیه. چون ایران به برجام پایبند بوده، میخوان یه برجام دیگه ای رو بر ما تحمیل کنن، موشکی و سوریه و اینا رو هم بگیرن که بعدش هم به ما حمله نظامی کنن. ما الان تیرکمون تو دستمونه، میگه تیرکمون تو بده که بده بزنم، میخوام بزنمت. داستان اینه، هسته ایمون رو دادی، میگه موشکاتم بده. کدوم آدم عاقل این کار میکنه؟ برای همین باید چی بشه؟ باید ایران یک کشور جلاد نشون داده بشه که فردا این ترامپ میخواد تحریم‌های جدید میخواد بیاره، بگه اینا آدم کشن برای همون. و اینا برنامه ریزی شده است. پس ما باید دو تا مسئله تفکیک کنیم. مثلا معترض رو از چی؟ پدر سوخته. اونی که اعتراض داره بر حقه. منم خودم جزو معترضینم. نه الان 4 سال دارم داد میزنم. بارها 4 سال 5 سال بنده ممنوع سخنرانی هم شدم تو برخی از نهادها. پس ما معترض هستیم به فساد، اما اینو حسابو جدا میکنیم از اون کسایی که حرفای ناربط دارن میزنن، مزخرفات دارن میگن. دشمن پشت سر اعتراض ها نیست، دشمن پشت سر اون پدر سوخته بازیه که داره شکل میگیره.